به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. رهبر گروه لشکر اسلام کشته شد. رهبر لشکر اسلام در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده است. به گزارش سپوتنیک، ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار با نشر خبری در برگه تویترش گفته است که منگل باغ رهبر لشکر اسلام همراه با دو امراهش امروز در ولسوالی اچین کشته شدند. با گفته امرخیل این افراد در انفجار ماین جاسازی شده کشته شدند. والی ننگرهار گفته است که منگل باغ در بسیاری از فعالیت‌های توریستی در این ولایت فعالیت داشته است. در عین حال منابع افزودند که ماین جاسازی شده در مقابل دروازه منزل منگل باغ زمان منفجر شد که او از خانه‌اش بیرون می‌شد. در این رویداد یک دختر خردسال منگل باغ نیز کشته شده است. ایجاد اداره جدید زیر نام اداره ملی غذا و دوا از سوی غنی. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان اداره ملی غذا و دوا را ایجاد کرده است. با گزارش سپوتنیک، اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه اعلام کرده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور با صدور فرمان اداره ملی غذا و دوا را ایجاد کرده است و این اداره پس از این به عنوان یک واحد بودجه‌ای مستقل فعالیت خواهد کرد. بر این اساس محمد ابراهیم شنواری در بست خارج رتبه به عنوان رئیس عمومی اداره ملی غذا و دوا ایفای وظیفه خواهد کرد. طالبان فقه جعفری در افغانستان هیچ مشکل نخواهد داشت. گروه طالبان میگویند که هیچ نوع مخالفت با فقه جعفری در افغانستان ندارند. با گزارش سپوتنیک، عباس استانکزای معاون دفتر سیاسی طالبان امروز در نشست خبری در مسکو درباره فقه جعفری اظهار داشت: برادران شیعه ما که در افغانستان وجود دارد، ما به تمام اصول و مسائل آنها احترام داریم. معاون دفتر سیاسی طالبان میگوید که در طول تاریخ برای آنها جبر و ستم وجود نداشته و فعلا هم ندارد و در آینده هم ما تضمین میکنیم که تمام موارد مذهبی خود مشکل نخواهند داشت و آزاد خواهند بود. عباس استانکزایی: در صفوف طالبان هیچ جنگجوی خارجی وجود ندارد. هیئت مذاکره کننده طالبان در کنفرانس خبری میگوید که تمام اعضای طالبان شهروندان افغانستان هستند. با گزارش سپوتنیک، عضو رهبری طالبان در مسکو در یک نشست مطبوعاتی میگوید که در صفوف طالبان هیچ جنگجوی خارجی وجود ندارد و خارجی ها را در صف خود اجازه نمی دهیم. این عضو گروه رهبری طالبان میگوید که ما متکی به خود هستیم و به هیچ نیروی خارجی نیاز نداریم. از سوی هم افزودند که گروه های دیگری که در افغانستان سر زبان ها می شود از سوی حکومت کابل به نام های مختلف اعلام می شود تا اذعان عامه و جامعه جهانی را مخشوش بسازند. وی گفت فعلا القاعده در افغانستان وجود ندارد، نه پایگاهی دارد و نه جنگجویان آنها در این کشور نیستند. استانکزای: اگر اشرف غنی استعفا کند صلح میکنیم. عضو گروه رهبری طالبان میگوید که یگانه گروهی که مانع گفتگوهای صلح میشود دولت کابل است. با گزارش سپوتنیک، عباس استانکزای در نشست خبری در مسکو میگوید امروز با حکومت کابل که خواستار صلح هم نیستند، باز هم به خاطر صلح و به خاطر آینده مردم افغانستان آماده گفتگو شدیم و بحث میکنیم. استانکزای افزود: آرزو داریم که در افغانستان صلح برقرار شود، اما در حضور قوت‌های خارجی توقع نداشته باشید که ما صلح خود را پایین بانیم. وی میگوید که اگر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان از جنگ دست بردارد و بگوید که استعفا میدهیم و حکومت جدیدی را به خاطر صلح قربانی میدهیم، ما حاضر هستیم صلح کنیم. این عضو رهبری طالبان میگوید که یگانه مانع صلح در حال حاضر حکومت اشرف غنی است. او گفت که یکی از غیر صادق بودن آنها این است تیمی را که انتخاب کردن و بالای میز مذاکره گفتگو میکنند صلاحیت مکمل ندارند. او در جواب سوال کاتش بس بستگی به استعفای غنی دارد گفت در حال حاضر با هیئت آنها گفتگو میکنیم و آتش بس در اجندای ما شامل است. نظام آینده، قانون اساسی، حقوق زن، حقوق بشر و دیگر موضوعات در افغانستان و آتش بس نیز یکی از موضوعات اجنده است. وقتی که ما به موضوع آتش بس می رسیم، کوشش می کنیم که به توافق هر دو جانب برسیم. به نقل از افق، جایگاه طالبان در سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان.
همسایگان متهمان ردیف اول ناامنی های افغانستان هستند. این اتهام هایی که به ویژه در طول 40 سال جنگ همواره وجود داشته است، یعنی درست از زمانی که پاکستان حامی همه جانبه اف گروه مجاهدین بود و ایران نیز 8 گروه دیگر را مورد حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی قرار میداد و این نیروها پس از پایان اشغال شوروی و 3 سال بعد از آن سقوط رژیم کمونیستی وارد یک چرخه خونین و مرگبار خشونت شدند که بعداً به ظهور طالبان با مهندسی و هدایت مستقیم پاکستان انجامید و این خط خونبار بحران همچنان ادامه دارد. اکنون طالبان به یک قدرت غیر قابل انکار نظامی تبدیل شدند و با امضای توافقنامه صلح با آمریکا از یک نیروی سیاسی منزوی و مطرود و بدنام که آماج شدیدترین و سختگیرانه‌ترین رژیم تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند، با بازیگری مشروع و قدرتمند در معادلات سیاسی هم تغییر ماهیت و هویت دادن که به طور آزادانه به کشورهای همسایه و منطقه سفر میکنند و مانور میدهند. در یکی از تازه ترین این مانورها اخیراً حیات به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر طالبان در قطر با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار کرد. طالبان گفتند در این دیدار دو طرف درباره مسائل مرزی بین دو کشور، تردد بازرگانان و مسافران افغان، همچنین وضعیت مهاجرین افغانستان در ایران و تقویت روابط حرف زدند. در این دیدار ملا عبدالغنی برادر نیز درباره روند مذاکرات صلح در افغانستان حرف زده و گفته است ما به آمریکا اعتماد نداریم و با هر جریانی که مزدور آمریکا باشد می جنگیم. آقای شمخانی هم در تیبیت گفته است که رهبران طالبان در مبارزه با امریکا مصمم هستند. او بدون نام بردن از کسی افزوده، کسی که 13 سال در گوانتانامو زیر شکنجه های آنان بوده، مبارزه با امریکا در منطقه را کنار نگذاشته است. یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش ملی در واکنش به سخنان آقای شمخانی گفته است متاسفانه درک و فهم شما شمخانی نسبت به جنگ جاری در افغانستان نادرست است. طالب در برابر امریکا نه، بلکه در برابر مردم افغانستان می جنگد. سفر طالبان به تهران، اظهارات ملا برادر در دیدار با شمخانی، تیویت جنجالی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و واکنش رئیس ستاد ارتش ملی افغانستان با آن، قطعات مهم یک پازل راهبردی است که نمودار قدرت سیاسی طالبان، نقش همسایگان در تقویت و توسعه آن و جایگاه آسیب پذیر و تدافعی دولت افغانستان در این زمینه را بازتاب می دهد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.